که حاصل آشنایی داریوش رفیعی با مجید وفادار، ضبط ترانه‌های زیبا و ماندگار مانند زهره، شب انتظار با مطلع، شب به گلستان تنها منتظرت بودم، گلنار با مطلع، کجایی که از غمت ناله می کند، عاشق وفادار و بسیاری ترانه های مشهور دیگر شد. حبیبم گلنار که دادی آخر فریبم گلنار نیابی ای کاش نصیبت گردون که شد ناکامی نصیبم گلنار هنر او از درد و تعلمات روحیش مایه می گرفت و به خواندن اشعار محلی رغبت زیادی نشان می داد. صدایش گرفتگی و شور و حال مخصوصی داشت و در آواز تحریرهایش کم بود. در ارکسترها
غالباً ضرب را خودش می گرفت، بنابراین ضرب شناسیش که شرط اول تصنیف بود بسیار عالی بود. اگرچه زندگی هنریش دیری نپایید و در عنفوان جوانی چشم از جهان پوشید، ولی آثار زیادی از آهنگهای محلی و ضربی که خاص او و دوستش منوچهر همایون پور بود از وی به یادگار مانده است. داریوش رفیعی دارای صفات عالی انسانی و خلق و خوی نجیبانه و بسیار لطیفی بود که از اصالت خانوادگیش مایه گرفته. حضور او و رفتار گرم و صمیمانه‌اش شور و حال خاصی به محفل دوستان می‌بخشید.